سیر طبیعی را پشت سر گذاشتیم و به سومین زیر عنوان از 9 زیر عنوانی که بهش اشاره کردیم میرسیم. جئوگرافیکال دیستریبیوشن، انتشار جغرافیایی. کزاز یک بیماری جهان شمول هست. در تمامی نقاط دنیا اسپور کزاز وجود داره. حالا اگر در بعضی از کشورها میزان بروز کزاز خیلی کمتره و نزدیک به صفره، در حالی که در بعضی از کشورها خیلی بیشتر هست، این به خاطر این نیست که عامل کزاز در یک کشوری کمتر و در یک کشوری بیشتره. نه، عامل کزاز در مطبوع انسان و در مطبوع حیوانات تمام دنیا به فراوانی وجود داره و باعث آلودگی خاک میشه. و اگر در یک کشوری با موارد کمتری از این بیماری مواجه میشیم، به خاطر اینه که پوشش واکسیناسیون کزاز در اون کشور بالاتره. برعکس، در بعضی کشورها که میزان بروز کزاز بیشتره، به خاطر پوشش پایین واکسیناسیون کزاز هستش. مسلماً در کشورهای صنعتی با وضعیت بهتری مواجهیم، در حالی که در کشورهای رو به توسعه و به عبارتی عقب نگه داشته شده با وضعیت وخیمتری مواجهیم و موارد بیشتری از کزاز همچنان اتفاق میفته. در مورد انتشار جغرافیایی کزاز، همون مطالبی که در اسلاید قبل خدمتون عرض کردم کفایت میکنه، ولی یک نکته هم در این اسلاید هست، اسلاید 29، و یک پیامی درشه. اون پیام اینه که داره گزارش میکنه که در بعضی از کشورهای صنعتی مثل کشور آمریکا، بیشترین موارد کزاز در افراد بالاتر از 60 ساله اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه این افراد دوز یادآور واکسن کزاز را که هر 10 سال یک بار بایستی دریافت بکنن، دریافت نکردن. بنابراین کزاز حتی در کشورهایی که پوشش واکسیناسیون خوب هست، اگر تداومش خوب نباشه و هر 10 سال یک بار واکسن کزاز که همراه با واکسن دیفتری هست، یعنی واکسن دوگانه را اگر دریافت نکنن، به سنین بالاتر که میرسن در مقابل این بیماری حساسیتشون بروز خواهد کرد، خودش را نشون خواهد داد و در اثر آسیب‌هایی که منجر به زخم‌های آلوده به خاک میشه مقاومتی ندارن و چه بسا دچار کزاز بشن. چهارمین زیر عنوان روند زمانی هست. آیا چیزی به اسم پاندمی کزاز در سطح جهان تا به حال رخ داده؟ خیر. عامل کزاز یک عامل عصر حجریه و تا به حال هیچ گونه جهش یا موتاسیونی در اون ایجاد نشده. پس پاندمی رخ نمیده، یا اقلن اینطور بگیم که تا به حال رخ نداده. اپیدمی میتونه اتفاق بیفته. اگه در یک شرایط جنگی مثلا یه عده‌ای دچار زخم‌های آلوده‌ای بشن و در شرایطی باشن که به موقع نتونن زخم اونها رو شستشو بدن و واکسن کزاز و ایمونوگلوبولین انسانی ضد کزاز به اونها بدن، چه بسا چندین و چند نفر با هم دیگه دچار کزاز بشن. یا گاهی اگر معتادا از هروئین آلوده به اسپور کزاز استفاده بکنن، اگر به صورت دست جمعی استفاده کرده باشن، چندین و چند نفر به طور همزمان ممکنه دچار کزاز بشن. پس اپیدمی میتونه رخ بده. طغیان یا اپیدمی محدود هم میتونه اتفاق بیفته. تناوب زمانی، یعنی آیا بیماری در طول تاریخ هر چند سال یک بار به طرز قابل پیشگویی یا پیشبینی بر میزان بروز و شیوعش افزوده می شده یا خیر؟ نه، چنین اتفاقی در رابطه با کزاز هرگز گزارش نشده. این تناوب زمانی اگر دقت بفرمایید، معمولا در بیماری های اتفاق می افته یا اتفاق می افتاده که دارای قابلیت سرایت انسان به انسان هستند. کزاز دارای چنین قابلیتی نیست. آیا کزاز دارای الگوی فصلی هست؟ بله. از اونجایی که احتمال زخمی شدن بدن در فصول کار و فعالیت کشاورزی و بعضی از مشاغل دیگه
بیشتر هست، چون احتمال چنین زخمایی بیشتره، احتمال وقوع کزاز هم افزونتره. در این اسلاید طبق گزارشاتی که وجود داره، حدود 60% موارد بیماری کزاز از اواسط بهار تا اواخر تابستون حادث شده. حالا اقلا گزارشاتی که در گذشته ارائه شده این را نشون میده. پس یک بیماری بهار تابستانه است. معنیش این نیست که در پاییز ایجاد نمیشه، معنیش این نیست که در زمستان ایجاد نمیشه. 40% باقی مونده در پاییز و زمستان ایجاد میشه. زیر عنوان پنجم، تأثیر سن و جنس و شغل و موقعیت اجتماعی هست. آیا سن در میزان بروز و شیوع کزاز تأثیر داره؟ اگر از زاویه کزاز بزرگسالان و نوزادان به این موضوع نگاه کنیم، بله، احتمال کزاز نوزادان در نوزادانی که در شرایط غیر بهداشتی متولد شدن و مثلا بند ناف اونها را با قیچی آلوده یا تیغ آلوده بریدن، یا بعد از اینی که بند ناف را بریدن با مواد آلوده پانسمان کرده اند، در این شرایط سنی بیشتر هست. خب بزرگسالان یعنی شرایطی را ندارن. از طرفی بزرگسالان در معرض آسیب‌های فیزیکی بیشتری قرار دارند در رابطه با کارهایی که انجام میدن و در رابطه با شغلشون. به هر حال از زاویه سن که نگاه بکنیم، بیش از اونی که بتونیم از میزان بروز و شیوع و موارد بدون علامت و موارد با علامت کزاز و امثال اینها صحبت بکنیم، به نوع کزاز میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم. بزرگسالان در رابطه با شغل دچار کزاز جنرالیزه یا عمومی میشن، در حالی که نوزادان در رابطه با شرایط بهداشتی بد بعد از زایمان. تأثیر جنس، آیا جنسیت بر میزان بروز و شیوع کزاز تأثیر داره؟ اگر هم در بزرگسالان تأثیر داشته باشه، مربوط به شغل افراده، چون مردان معمولاً در رأس مشاغلی هستند که احتمال آسیب دیدن اونها بیشتره. در جبهه ها ممکنه که یک ترکش بیاد بخوره به پا، به دست یا جاهای دیگه بدن و همراه با اون ترکش یک تکه از پوتین یا چکمه اون سربازان یا نظامیان یا یک تکه از لباس کنده بشه و وارد یک زخم عمیقی بشه، یا خار و خاشاک یا خاک آلوده وارد چنین زخمی بشه. چه کسانی بیشتر در چنین جبهه‌هایی هستند؟ مردان. بنابراین در بزرگسالان مردان در رابطه با شغل و فعالیت‌های اجتماعیشون در معرض خطر بیشتری هستند. این معنیش این نیست که خود جنسیت تأثیر داره، بلکه اینجا تأثیر شغله. ولی به نوزادان که میرسیم یک اتفاق عجیبی میفته و اون این هستش که نوزادان پسر به دلیل نامعلومی بیش از 10 برابر نوزادان دختر دچار کزاز نوزادی میشن. از زمانی که امثال بنده دانشجو بوده ایم تا الان طی این چندین سال، این جمله را در کتاب ها و در مقالات تکرار کردند که کزاز نوزادی در نوزادان ذکور یعنی نوزادان پسر بدون علت نامعلومی 10 برابر نوزادان دختر هست. یک زمانی فکر میکردن به خاطر ختنه نوزادان پسر هست، بعد دیدن نه، در جوامعی که کلیتوریس نوزادان دختر را هم متاسفانه از روی جهالت، ربطی به هیچ دین و مذهبی نداره، در جوامعی که کلیتوریس را میبرن و معادل ختنه نوزادان پسر هست، در اون جوامع هم میزان بروز کزاز در دختران تغییری نمیکنه، باز در نوزادان پسر 10 برابر نوزادان دختر هستش. پس علت نامعلومه. شغل و موقعیت اجتماعی میتونه اثرگذار باشه و مشاغلی که باعث ضربات فیزیکی میشه، باعث زخمهایی در سطح بدن میشه و به خصوص این زخمها دچار آلودگی با خاک و خاشاک و مواد دیگه میشه، این مشاغل بدن را مستعد میکنه به کزاز و بنابراین کزاز در رابطه با بعضی از مشاغل
بر میزان بروز و شیوعش افزوده میشه. ششمین زیر عنوان تأثیر عوامل مساعد کننده است. آیا عوامل فرهنگی عقیدتی تأثیر دارند؟ در مورد بیماری های دیگه هم که قابل پیشگیری با واکسن هستند اشاره کردیم. بعضی از اقلیت های مذهبی معتقدند که واکسیناسیون یعنی دخالت در امر الهی. البته هیچ یک از مذاهب توحیدی صحه نمیگذاره روی همچین افکار عصر حجری، ولی به هر حال چیزیه که وجود داره و زمانی که هیچ واکسنی چنین افرادی دریافت نکنند، در مقابل همه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و از جمله در مقابل کزاز حساس تر از کسانی هستند که خردمندانه از واکسن استفاده می کنند. آیا زمینه هایی مثل ضعف ایمنی، ابتلا به بیماری های سرکوبگر ایمنی یا مصرف داروهای مضعف سیستم ایمنی بر میزان بروز و شیوع کزاز و بر پیشاگهی کزاز تأثیر دارن یا خیر؟ این همون مطلبیه که در دیفتری هم مطرح میشه، همون مطلبیه که در بیماری هایی که ناشی از توکسین هست هم مطرح میشه. معمولا در بیماری هایی که ناشی از توکسین عوامل عفونتزاست این زمینه ها نقش پررنگی ندارن یا واقعا ممکنه هیچ نقشی نداشته باشه. آیا استرس های مختلف اثرگذارن؟ من ندیدم که مطالعه شده باشه، ولی بازم از اون اصل کلی میتونیم استفاده کنیم. همونطور که آرامش باعث حفظ و ارتقای سلامتی انسان میشه، استرس ها میتونه باعث به هم خوردن اون وضعیت طبیعی بشه و باعث بشه که انسان در مقابل ابتلا به بعضی بیماری ها، اهم از بیماری غیر عفونی و بیماری عفونی، حساس تر بشه به خاطر تولید سایتوکاین های سلامتزا و سلامت افزا یا عدم تولید اونها. در حالت استرس اینها کمتر تولید میشن و در حالت شادمانی و سلامتی روحی مقدار بیشتری تولید میشه. آیا فقر و بیخانمانی میتونه بر میزان بروز و شیوع کزاز تأثیر داشته باشه؟ بله، فقر و بیخانمانی بر میزان بروز و شیوع همه بیماری های عفونی و حتی غیر عفونی میتونه اثرگذار باشه. اونجایی که صحبت از عوامل مساعد کننده هست، به چند عامل دیگه هم در این اسلاید که اسلاید 34 هست اشاره میکنیم. یکی نوع زخم، زخم هایی که فرو رونده هستن و عمیق هستن. فرو رونده فرق میکنه با برنده. یه وقته که با یه شیء نکتیزی مثلا چاقو یا تیغ یک زخمی در سطح بدن ایجاد میشه، این فرق میکنه با یک زخمی که حتی اگه خیلی هم عمیق نباشه ولی به وسیله یک شیئی که نوکش تیز نیست، کند هستش، مثلا شاخه درخت، و یا فرض کنید یک شیء فلزی که چندان تند نیست. این penetrating injury یعنی آسیب های فرو رونده، منظور چنین آسیب هایی هستش. حالا چرا چنین آسیب هایی زخم مستعد به کزاز به حساب میان؟ به خاطر اینکه اون شیئی که نوکش تند نیست و بلکه کند هست، زمانی که داره فرو میره به قسمتی از بدن، تعدادی از سلول ها و نسوج اطراف را از بین میبره و در واقع سلول های فاقد حیات میتونن در عمق زخم وجود داشته باشن و اونها زمینه را مستعد میکنن برای افزایش تولید توکسین و یک شرایط بیهوازی برای تولید توکسین بیشتر و ایجاد بیماری شدیدتر و کشنده تر. پس penetrating injury، آسیب های فرو رونده، جز و عوامل مستعد کننده به کزاز به حساب میاد. عفونت همزمان با عوامل عفونتزای دیگه، co-infection. co-infection یعنی عفونت همزمان. اگر مثلا آبسه دندان وجود داشته باشه یا عامل کزاز هم بهش اضافه بشه، آبسه جاهای دیگه بدن وجود داشته باشه عامل کزاز روش سوار بشه، احتمال بروز کزاز خیلی بیشتر هست. پس عفونت همزمان هم یکی از عوامل مساعد کننده است. اگر
نسوج مرده‌ای در عمق زخم وجود داشته باشه، این هم یک عامل مساعد کننده است. devitalized tissue، جسم خارجی هم میتونه یک عامل مساعد کننده به کزاز به حساب بیاد. و اگر ایسکمی یعنی کمخونی موضعی وجود داشته باشه، فرض کنید یک زخم دیابتی در فردی که دچار گرفتاری عروق هم هست، چون دیابت میدونه که باعث انسداد عروقی هم میشه، اون زخم دیابتی شرایط بیهوازی درش بیشتر وجود داره چون خون رسانی به اون زخم مختله، و بنابراین لوکالایزد ایسکمیا یا همون کمخونی موضعی میتونه منجر به کزاز بیشتری بشه. نوزادی که در شرایط غیر بهداشتی متولد میشه یا در شرایط غیر بهداشتی بند نافش بریده میشه. خود مسائل زنانگی یعنی بحث زنان و مامایی یا زنان و زایمان، اگر در شرایط غیر بهداشتی باشه میتونه انسان را مستعد به کزاز بکنه. یا شرایط حین عمل جراحی یا بعد از عمل جراحی اگر موازین بهداشتی مراعات نشه، به عنوان عوامل مستعد کننده به حساب میاد. عفونت‌های دندانی قبلا اشاره کردیم، چرا بدن مستعد به کزاز میکنه؟ چون شرایط بیهوازی در اون آبسه دندانی ایجاد میکنه. خود دیابت، چرا دیابت یک عامل مستعد کننده است؟ به خاطر اینکه ایسکمی موضعی ایجاد میکنه، شرایط بیهوازی را فراهم میکنه. و بالاخره تزریق داروهای آلوده به اسپور کزاز و از جمله هروئین های آلوده، اینا همه عوامل مساعد کننده ایجاد کزاز هستند. حساسیت و مقاومت در مقابل بیماری، آیا نژاد و رنگ پوست مانعی در مقابل بروز کزاز هست یا عامل مساعد کننده ای در مقابل اون به حساب میاد؟ خیر، هیچ یک از انسان ها صرف نظر از رنگ پوست و نژاد اونها در مقابل کزاز مقاومت طبیعی ندارن، همه از حساسیت یکسانی برخوردار. مسئولیت اکتسابی بعد از ابتلا، چندین بار صحبتش کردیم، ایجاد نمیشه. مسئولیت اکتسابی بعد از واکسیناسیون ایجاد میشه و میتونه طولانی مدت هم باشه. در خصوص حساسیت و مقاومت، اون چه که تحت عنوان پردیسپوزینگ فاکتور با هم دیگه صحبت کردیم، بار دیگه در استاید 37 تکرار شده که نیازی نیست من اینجا روش صحبتی داشته باشم. هشتمین زیر عنوان میزان حملات ثانویه است. کزاز میزان حملات ثانویه‌اش صفر. کزاز بیماریه که از انسانی به انسان دیگه انتقال پیدا نمی‌کنه. هیچ یک از چهره‌های بادینی کزاز، نه کزاز بزرگسالان و نه کزاز نوزادان. پس سکندری اتک ریت صفر. نهمین زیر عنوان تحت عنوان راه‌های انتقال کزاز. خب راه انتقال آسیب پوستیه و وجود زخمه، ولی آسیب پوستی که همیشه در اثر یک شیء برنده یا یک شیء با نوک تیز یا نوک کند که ایجاد نمیشه، که همیشه که در اثر تصادفات ایجاد نمیشه، ممکنه در شرایط دیگه هم ایجاد بشه. به هر حال زمانی که زخم آشکاری در سطح بدن ایجاد شده و این زخم آلوده ای هست، راه ورود اصلی عامل کزاز میتونه اون زخم آشکار باشه. زمانی که انسان مورد حمله حیوانات قرار میگیره و به وسیله اونها گاز گرفته میشه، حالا اهم از این که اون حیوانات دچار هاری باشند یا نباشند، ممکنه عامل کزاز در دهان اونها وجود داشته باشه و وارد زخم ناشی از گزش بشه و نهایتا منجر به کزاز بشه. به همین دلیله که در حیوان گزیدگی ها یکی از اقداماتی که انجام میدیم این هستش که اگر نیازی به واکسن کزاز هست و بیمار مسئولیتی نداره یا یک مدت معینی بیش از اون مدت از زمان واکسیناسیونش میگذره، یکی از کارهایی که برای اونها میکنیم این هستش که واکسن کزاز هم به اونها میدیم. دقت بفرمایید، شکستگی های باز یکی از راه های ورود عامل کزاز به بدن هستند.
ممکنه که یکی از استخوان‌های بزرگ پا دچار شکستگی شده باشه و یک زخم بازی را ایجاد کرده باشه. این یک عامل مساعد کننده است. سوختگی‌ها، کسانی که پوست بدنشون یا قسمتی از نسوج دیگه، نسوج زیر پوستی، چربی زیر پوستی و حتی عضلات دچار سوختگی میشه، بدنشون مستعد به کزاز میشه، چون احتمال خون رسانی به اون قسمت کمه، چون نسوج مرده در اون قسمت ممکنه که وجود داشته باشه. همچنین اگر یکی از اندامهای بدن دچار گانگرن بشه، یعنی در اثر قطع خون رسانی یا عدم رسیدن اکسیژن به قسمتی از بدن اون عضو حیات خودش را از دست بده و گانگرنه بشه، اصطلاحاً خود این گانگرن شدن یک محیط مساعدیه برای اینکه عامل کزاز بیماریزا واقع بشه. مسئله دیگه زمانی هستش که بند ناف نوزادان را قبلاً هم اشاره کردم، با قیچی آلوده یا با تیغ آلوده ببرن، و از اون بدتر اینکه وقتی بند ناف را میبرن با بعضی از داروهای خانگی و یا با فضولات حیوانات بند ناف را میپوشونن و پانسمان میکنن. در چنین شرایطی حتی اگر اون قیچی یا تیغی که بند ناف را بریدن هم آلوده نباشه، اون مواد آلودهی که روی بند ناف میگذارن و پانسمان میکنن اگر حاوی اسپور تتانوس باشه میتونه باعث ایجاد کزاز بشه. همچنین آبسه ها، اهم از آبسه دندانی یا آبسه هایی که در جای دیگه هستن، چون آبسه ها اگه دقت کرده باشید وقتی شکافته میشن یا سر باز میکنن ترشحات بسیار بدبوی از اونا خارج میشه. اون بوی بد ناشی از ارگانیسم های بیهوازیه که باعث ایجاد آبسه شده، یعنی در یک آبسه شرایط بیهوازی فراهم میشه و بنابراین کلوستریدیوم تتانی میتونه در اونجا به راحتی تکثیر پیدا کنه و توکسینزا واقع بشه. و بالاخره کسانی که معتاد تزریقی هستن که قبلا اشاره کردیم، اهم از اعتیاد به هروئین یا اعتیادهای تزریقی دیگه، ممکنه خود اون تزریقات آلوده باعث بشه اسپور کزاز وارد بدن بشه. اون چه که در این اسلاید خدمتون عرض کردم که اسلاید 39 هست، راه‌های انتقال کزاز بود یا راه‌های انتقال عامل کزاز بود به بدن. دوره قابلیت سرایت، خب قبلا عرض کردیم که این بیماری اصلا قابلیت سرایت نداره، بنابراین در مورد دورش هم صحبت نمی کنیم. is not contagious، اصلا قابل سرایت نیست، از انسانی به انسان دیگه منتقل نمیشه. ریزروار یا مخازن، خودتون باید حدس بزنید. خاک مهمترین مخزن عامل کزاز هست، به خصوص خاکی که حاوی مواد ارگانیک باشه و یا خاکی که آلوده به فضولات انسانی و به خصوص فضولات حیوانی باشه. پس خاک مخزن اصلی هست، ولی محتویات روده حیوانات و انسان هم میتونه مخزن به حساب بیاد. البته ناگفته نمونه که اگر عامل کزاز را در مدفوع انسانی یافتیم یا در فضولات حیوانات پیدا کردیم، معنیش این نیست که اون حیوانات خودشون بیمار هستند یا احتمال کزاز ناشی از حضور اسپور کزاز در روده ها بیشتر از زمانیه که این اسپور حضور نداشته باشه. بله درست شنیدی، انسان و حیوانات در روده خودشون فقط میتونن اسپور کزاز را حمل بکنن بدون اینکه خودشون از این طریق مبتلای به کزاز بشن.